درود بر شما عزیزان بیننده رسانه دنیای بهتر در هر کجای استرالیا یا جهان که هستید و نظارگر این برنامه هستید. موین هستم، امروز از پرت بارانی در استرالیا با شما هستم و با موضوع برنامه امروز که راجع به ازدواج هست، از دیدگاه تاریخی، از دیدگاه عرفانی، از دیدگاه علمی و از دیدگاه ادیان مختلف که همونجور که بارها عرض کردم همشون از طرف یک خدا اومدن و تقریبا نظرات مشابهی راجع به ازدواج دارن. ازدواج خب طبیعتا همه شما عزیزان شاید بدونید که از دین سرچشمه گرفته، یعنی ازدواج در واقع در دوران باستان خب از ادیانی که در دوران باستان اومدند مثل آیین زرتشتی، مثل آیین حضرت ابراهیم و خب آیین هایی که در آسیا بودند مثل آیین بودایی، آیین هندو که ازدواج به سبک خودشون دارند و البته من راستش نمیدونم که آیا سرخپوستان امریکا و یا بومی های نقاط دیگر جهان قبل از اینکه اون مناطق و اون سرزمین ها کشف بشه و پیدا بشه توسط اهل غرب یا اهل شرق آیا اونها هم ازدواج داشتن یا نه، ولی در واقع قلب انسان معمولا طوری دیزاین شده که از نظر اترکشن و از نظر حال اترکشن نه ولی از نظر عاشق شدن معمولا انسان ها عاشق یک نفر میشن. البته در برنامه های چند ماه قبلمون که با خانم پوران موسوی داشتیم به این مسئله چند بار اشاره شد و یکی از مسائل خیلی مهم قبل از هر چیزی به خصوص برای عزیزانی که فقط اوایل یک کلیپ رو متاسفانه نگاه میکنن و بعد ادامه نمیدن، اگر دو نفر همو دوست داشته باشند و شما به هر دلیلی رضایت ندید که اون دو نفر به هم برسن شما جنایت کردید، چون از دست دادن یک عشق کمتر از دست دادن یک نفر نیست، یعنی انگار آدمی که از عزیزانش رو از دست میده و واقعا خیلی خیلی اشتباه میکنن کسانی که حالا هیچ کس که پرفکت نیست، هر کسی که خودش اشکال داره که خانوادهش اشکال داره، ولی وقتی دو نفر هم رو عاشقانه دوست دارن از پدر و مادرهای عزیز به عنوان یک کوچکتر تمنا میکنم که لطفاً بدونید که اگر دو نفر به هم نرسن قلبشون میشکنه و من خب از داستانهایی که شنیدم، داستان که نه در واقع چیزهایی که مطمئنم، خیلی از کسانی که یه نفر رو دوست داشتن و بعد با یه نفر دیگه ازدواج میکنن خب بعضی ها عشقشون فراموش میشه، ولی خیلی هاشون هم نه، خیلی هاشون به هر دفعه اون عشق اولشون یادشون میاد گریه میکنن و خب متاسفانه چیزهای خیلی شدیدتر هم اتفاق میفته. مثلا در ایران متاسفانه یک اتفاق خیلی بدی، دو تا جوون یه بلایی سر خودشون آوردند، یه دختر و یه پسر که متاسفانه چون پدر و مادرها نذاشتند که اینها به هم برسند و حالا اگرم بلایی سرشون نیاد بدونید که قلب اونها شکسته میشه و حتی ممکنه دچار بیماری های روحی بشن، خدای نکرده دچار اعتیاد بشن، پس حتما رضایت بدید. و خب البته بعضی از جوانها که امکانش رو مثلا در ایران دارند خب وقتی این اتفاق میفته پدر و مادرها رضایت نمیدن، خودشون فرار میکنن و میرن در شهر دیگه‌ای و ازدواج میکنن و خب ادیان مختلف نظرات مختلفی دارن. مثلا میدونم در ایران وقتی حداقل در دین اسلام و طبق قانون ایران یا حتی قانون استرالیا یا همه جای دنیا وقتی دو نفر میخوان ازدواج کنن لزوماً از نظر قانونی نوشته کتبی پدر و مادر لازم نیست که رضایتی در این قضیه بدن، ولی همیشه اگر رضایت پدر و مادر باشه باعث میشه که اون ازدواج پابرجاتر باشه و در واقع این اتحاد بین دو خانواده بیشتر باشه و اتحاد بین دو شخص بیشتر باشه و اون ازدواج دوام بیشتری داشته باشه یا حتی تا پیری دو نفر و تا پایان عمر پیش بره، که البته متاسفانه
تعداد طلاق ها خیلی زیاد شده. یه زمانی ما توی ایران بودیم میگفتن 50%، اینجا اومدیم بعد چند سال میگفتن 70% طلاق میگیرن، چه توی ایران چه اینجا، و الان 90%. یعنی با یکی از این کانال های اینترنتی که جدا هست از صدا و سیما در ایران مصاحبه میکرد با چند تا از این جوونا، خیلیاشون میگفتن دلیل این که از این زوج حتی مصاحبه میکردن، میگفتن که دلیل این که خیلی در ایران حدودا طبق گفته اون زوج یا طبق گفته در واقع مرد اون زوج که داشت صحبت میکرد در این مصاحبه، میگفتن که خیلی در ایران 90% در واقع طلاق میگیرن، و دلیلش هم اینه که خب حالا دلایل مختلف میتونه داشته باشه، مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، اعتیاد، ولی میگفتن دلیل این که خیانت زیاد شده چون خیلی قبل از ازدواج رابطه های زیادی با افراد مختلف دارن و این برایشون سخت میشه که بعد از ازدواج وفادار باشن. و خب بعضیا برعکسش فکر میکنن، بعضیا فکر میکنند که اگر طرف رابطه های زیادی قبل از ازدواج داشته باشه، رابطه های در واقع نامشروع، اون وقت به قول معروف میگن که لذتشو برده و بعد میتونه در ازدواج وفادارتر باشه به همسرش، و در واقع طبق اون چیزی که واقعیت هست و آدم میبینه برعکسش هست. یعنی شخصی که به حال یه اعتقاداتی داشته باشه و بتونه قبل از ازدواج خودش رو کنترل کنه، مطمئنا بعد از ازدواج هم به همسر خودش وفادار خواهد بود. در آیین بهایی و تقریبا در همه آیین ها ازدواج در سن پایین پیشنهاد شده، مثلا حتی در 18 سال یا 19 سال، و خب دلیلش رو حتما همه شما عزیزان میدونید. در واقع در آیین بهایی میگن ازدواج، به انگلیسی گفتن is a fortress for well-being، یعنی مثل قلعه‌ای هست برای سلامت انسان، و کسی که ازدواج میکنه از خیلی از مسائل و مشکلات به دور میمونه. ولی